فصل 13. در آن زمان در کلیسای انطاکیه عده‌ای نبی و معلم از قبیل برنابا و شمعون ملقب به نیجیر و لوکیوس قیروانی و مناحم که با هیرودیس پادشاه بزرگ شده بود و شاول حضور داشتند. یک روز که آنها روزدار و مشغول عبادت خداوند بودند، روح القدس به ایشان فرمود برنابا و شاول را مأمور انجام آن کاری که من برای آنها مقرر کردم بنمایید. پس آنها بعد از روزه و دعا دست بر سر آن دو گذاردند و آنها را به مأموریت فرستادند. این دو نفر که فرستادگان روح القدس بودند به بندر سلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا به قبرس آمدند و وارد شهر سلامیز شدند و در کنیسه‌های یهودیان کلام خدا را منتشر می ساختند و یوحناق مرقس لقب داشت دستیار ایشان بود. آنها تمام جزیره قبرس را طی کردند تا به شهر پافوس رسیدند. در آنجا به یک جادوگر یهودی که نبی دروغین بود و بریوشه نام داشت برخوردند. او از ملازمین سرگیوس پولس فرماندار قبرس که مردی هوشمند بود به شمار می آمد. فرماندار برنابا و شاول را به حضور خود احضار نمود، زیرا می‌خواست کلام خدا را از آنها بشنود. اما آن جادوگر که نام یونانی او علیما بود با آنان مخالفت می‌کرد و سعی داشت فرماندار را از ایمان آوردن باز دارد. در این هنگام شاول که به نام پولس معروف شده بود پر از روح القدس شده با آن مرد چشم دوخت و گفت: ای فرزند شیطان، ای دشمن تمام نیکی‌ها، ای منبع نیرنگ و تبهکاری، آیا از منحرف ساختن مردم از راه راست خداوند دست بر نمی‌داری؟ حالا ببین دست خدا تو را خواهد زد و نابینا خواهی شد و تا مدتی نور آفتاب را نخواهی دید. در همان وقت دنیا در نظر علیما تیر و تار شد و کورکورانه به این طرف و آن طرف می‌گشت تا شخصی را برای راهنمایی خود پیدا کند. فرماندار که این جریان را دید ایمان آورد، زیرا از تعالیم خداوند سخت متحیر شده بود. پولس و همراهان او پافوس را ترک کردند و از راه دریا به پرجه پمفلیه آمدند. یوحنا مرقس از آنان جدا شد و به اورشلیم بازگشت. ایشان از پرجه گذشته به شهر انطاکیه که یکی از شهرهای استان پیسیدیه است آمدند. در روز سبت به کنیسا وارد شدند و نشستند. بعد از قرائت تورات و کتاب انبیا رؤسای کنیسه پیش ایشان فرستادند و گفتند: ای برادران، چنانچه پیام تشویق کننده‌ای برای این قوم دارید بفرمایید. پولس برخاست و با اشاره دست از ایشان درخواست نمود که ساکت باشند و بعد چنین گفت: ای مردان اسرائیلی و همه شما که خدا ترس هستید، توجه نمایید. خدای قوم اسرائیل نیاکان ما را برگزید و در آن هنگام که آنها در سرزمین مصر در غربت زندگی می‌کردند، آنان را قومی بزرگ ساخت و دست خود را دراز کرد تا آنان را از آن سرزمین بیرون آورد. مدت 40 سال در بیابانها متحمل ایشان شد. پس از نابود ساختن آن 7 ملتی که مقیم کنعان بودند، سرزمین آنها را تا مدت 450 سال به عنوان میراث به تصرف اسرائیل درآورد. بعد از آن هم تا زمان سموئیل پیغمبر داوران را به ایشان بخشید. وقتی آنها خواستند برای خود یک پادشاه داشته باشند، خدا شاول پسر قیس را که مردی از طایفه بنیامین بود به ایشان داد تا او مدت 40 سال حکمرانی کند. بعد از آن او را برکنار کرد و داوود را برانگیخت تا پادشاه ایشان شود. خدا در حق داوود چنین گواهی داده گفت: من داوود پسر یسارا مورد پسند خود یافتم، او کسی است که هرچه بخواهم انجام می‌دهد. از نسل همین مرد خدا بر طبق وعده خود عیسی را به عنوان نجات دهنده‌ای برای اسرائیل برانگیخت. قبل از آمدن او یحیی لزوم توبه و تعمید را به همه قوم اسرائیل اعلام می‌کرد. وقتی خدمت خود را به انجام رسانید گفت: من آن کسی که شما گمان می‌کنید نیستم، اما بعد از من کسی می‌آید که من لایق آن نیستم که بند نعلین او را باز نمایم. ای برادران که فرزند ابراهیم هستید و نیز شما ای کسانی که در این جمع حضور دارید و از خدا می‌ترسید، پیام این نجات به ما رسیده است. زیرا ساکنان اورشلیم و حکمرانان ایشان نه او را شناختند و نه از کلمات انبیا که در هر روز سبت قرائت میشد چیزی فهمیدند، اما با محکوم کردن او به پیشگویی‌های انبیا تحقق بخشیدند. اگرچه خطایی که مستوجب مرگ باشد در او نیافتند، از پیلاتوس تقاضا کردند تا او را اعدام کند. و بعد از آن که تمام پیشگویی‌های کتاب مقدس را در مورد او به انجام رسانیدند، او را از صلیب پایین آوردند و به خاک سپردند. اما خدا او را پس از مرگ زنده گردانید. و کسانی که در سفر از جلیل به اورشلیم همراه او بودند، روزهای زیادی او را دیدند و همکنون در برابر قوم شاهدان او میباشند. ما در حضور شما مژده آن وعده ای را که خدا به پدران ما داد اعلام می‌کنیم، که خدا برای ما که فرزندان آنان هستیم با رستاخیز عیسی به آن وعده وفا کرده است، چنانکه در مزمور دوم آمده است: تو پسر من هستی، امروز من پدر تو شدم. باز هم در خصوص رستاخیز او از مردگان و اینکه دیگر او فساد را نخواهد دید خدا چنین فرمود: من آن برکات مقدس و قابل اطمینانی را که به داوود وعده دادم به تو خواهم بخشید. و در جای دیگر می‌فرماید: تو به این رضا نخواهی داد که بنده امین تو فساد را ببیند. و اما داوود که در روزگار خود طبق اراده خدا خدمت کرده بود درگذشت و به پدران خود ملحق شد و فساد را دید، اما آن کسی که خدا او را زنده گردانید هرگز فساد را ندید. ای برادران، شما باید بدانید که مژده آمرزش گناهان به وسیله عیسی به شما اعلام شده است. شما باید بدانید که هر کس که به او ایمان آورد از تمام گناهانی که شریعت موسی نتوانست او را آزاد نماید، آزاد خواهد شد. پس مواظب باشید که این گفته انبیا در مورد شما صادق نباشد که می‌فرماید: ای استهزا کنندگان، توجه کنید، حیران شوید و نابود گردید، زیرا در روزگار شما کاری خواهم کرد که حتی اگر کسی آن را برایتان بیان کند باور نخواهید کرد. در موقع خروج از کنیسه مردم از آنها تقاضا کردند که هفته بعد نیز درباره این امور برای ایشان سخن بگویند. و وقتی مجلس تمام شد، بسیاری از یهودیان و آنها که به یهودیت گرویده بودند به دنبال پولس و برنابا به راه افتادند. این دو با آنان صحبت می‌کردند و ایشان را تشویق می‌نمودند که در فیض الهی استوار بمانند. هفته بعد تقریباً همه ساکنان آن شهر برای شنیدن پیام خدا گرد آمدند. اما هنگامی که یهودیان جماعت را دیدند حسادت ورزیدند و هرچه را پولس می‌گفت تکذیب می‌کردند و به او دشنام می‌دادند. پولس و برنابا با شهامت و جسارت گفتند: لازم بود که کلام خدا قبل از همه به گوش شما برسد، اما چون شما آن را رد کردید و خود را لایق حیات جاودانی ندانستید، بدانید که ما از این پس پیش غیر یهودیان خواهیم رفت، زیرا خداوند چنین فرموده است: من تو را برگزیدم که نور ملت‌ها و وسیله رستگاری همه جهان باشی. وقتی غیر یهودیان این گفتار را شنیدند خوشحال شدند و از کلام خداوند تعریف کردند و آنانی که برای دریافت حیات جاودانی معین شده بودند ایمان آوردند. پیام خداوند در تمام آن سرزمین منتشر شد. اما یهودیان زنان متنفذی که به یهودیت گرویده بودند و بزرگان شهر را بر ضد پولس و برنابا تحریک نمودند. پس آنان را آزار رسانیده از آن ناحیه بیرون کردند. اما آن دو بنوان اعتراض خاک آن شهر را از پاهای خود پاک کردند و به شهر قونیه رفتند و شاگردان در انطاکیه پر از شادی و روح القدس گردیدند.